محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما همراه شد. آقای قائدی خوش آمدید. اسرائیل گفته زمان برای دیپلماسی رو به پایان و اسرائیل به نقطه حمله به حزب الله نزدیک میشه. خطر جنگ کامل حزب الله و اسرائیل رو چقدر جدی میبینید شما؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خطر بسیار جدیه. من فکر میکنم که همون تعبیر ساعت شنی که به کار بردن خیلی درسته و اینکه آیا این جنگ اتفاق بیفته یا نه خیلی بسته به تصمیم مقامات اسرائیلی داره و اگر بتونن شکاف ها رو برطرف کنن این حمله بهش خیلی نزدیک هستیم. به دلیل اهمیت شرایط موجود و نزدیک بودن به حمله است که ما میبینیم دیپلماسی هم خیلی فعال شده. آقای بلینکن در کشورهای مختلف در منطقه در حال سفر هست و مذاکره هست با محورهای مختلف. یکی از محورها حتما بحث گسترش حمله به لبنان خواهد بود. جدا از اون میبینیم که آقای جوزف بورل هم سفر داره به لبنان با مقامات مختلف از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر و رئیس پارلمان و مقامات دیگه دیدار خواهد داشت. جدا از اون آقای بایدن به شکل مستقل دست نماینده ویژه‌ای رو فرستاده، یکی از مقامات عالی رتبه وزارت خارجه، برای اینکه بتونن در لبنان مذاکرات کنن. حزب الله یک انعطافی نشون داده و چیزی هولوش بین 2 تا 3 کیلومتر از مرز فاصله گرفته، اما این با خواسته اسرائیل که میخواد حزب الله در واقع به شمال رودخانه لیتانی بره خیلی تفاوت داره. در این حال حسن نصرالله در سخنرانی دیروزش هم اعلام کرد که یه چیزی هولوش 700 هدف در طول این 3 ماه در اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. بیش از 150 هزار نفر در 2 طرف مرز مجبور شدن که خانه هاشون رو ترک کنن و این نشون میده که شرایط به گونه ای هست که اسرائیل در واقع این بهانه رو داره اگه بخواد حمله ای انجام بده به جنوب لبنان و اون منطقه رو تخریب کنه بهانه های کافی وجود داره براش. مضاف بر این که 300 هزار نیروی ذخیره که اسرائیل فرا خوانده و اینها در غزه کار زیادی هم در واقع به جهت کوچیک بودن میدان عملیات از دستشون برنمیاد آماده هستن برای اینکه این حمله رو انجام بدن. باید ببینیم که چقدر دیپلماسی میتونه موفق باشه در روزهای آینده، ولی به نظر من بسیار نزدیک به یک حمله فراگیر و جنگ بین اسرائیل و حزب الله هستیم. آقای قائدی، اما در سوی دیگه آمریکا و حوثی‌ها هم در حال تهدید همدیگه هستن. آیا در دریای سرخ هم به یک درگیری گسترده‌تر نزدیک میشیم به نظر شما با توجه به اینکه حوثی‌ها کوتاه نیومدن با توجه به هشدارهای ائتلاف؟ به نظر من منطقه کاملا آماده یک انفجار. حالا لبنان رو در موردش صحبت کردیم. در مورد حوثی‌ها روز 31 دسامبر آمریکا بخشی از اینها رو مورد هدف قرار داد زمانی که قصد داشتن یک کشتی رو مصادره کنن و دیروز تشییع جنازه اینها بود. جدا از اون ما در عراق هم داشتیم که حمله‌ای که نیروهای آمریکایی به بعضی از رهبران مقاومت اسلامی نوجوا کردن و چند نفر کشته شدن در اونجا. و خب همه منتظر هستن که ببینن پاسخ حوثی‌ها به آمریکا چه خواهد بود. آیا خود نیروهای آمریکایی رو این بار هدف قرار میدن؟ چون تا به حال الگوی رفتاری حوثی‌ها این گونه بوده که به جز یک مورد اون اوایل که یک پهپادی رو به سمت ناو آمریکایی در واقع به پرواز درآوردن، بعد از اون هدف‌هاشون غیر آمریکایی بودن. اما باید ببینیم که آیا حوثی‌ها پاسخی که میدن این بار مستقیم به خود آمریکایی‌هاست با توجه به اینکه از طرف آمریکایی‌ها مورد هدف قرار گرفتن. و به جهت اهمیت همین شرایطی که می‌بینیم آقای بلینکن در سفر به ترکیه حامل یک پیام برای ایران هست و من میتونم گمان زنی کنم که احتمالاً این پیام 2 بخش داره. یک بخش این که ایران از گسترش تنش جلوگیری کنه هم در عراق و هم در دریای سرخ، و 2 این که احتمالاً متضمن یک تهدید برای ایران باشه که اگر که نیروهای آمریکایی در چه عراق چه سوریه و چه دریای سرخ مورد حمله قرار بگیرن، آمریکا این بار مستقیماً خود ایران رو مورد هدف قرار خواهد داد. اگر که ما مقاصد سفر آقای بلینکن رو هم نگاه کنیم شامل اردن، عربستان و امارات میشه. من فکر میکنم در خصوص عربستان و امارات تلاش داره میکنه برای اینکه طرفهای اون عرب و اماراتی رو متقاعد کنه به اینکه اون ائتلاف علیه حوثی‌ها رو تقویت کنند. و در مورد اردن و عربستان احتمالاً حاوی این
در واقع تقاضا هم هست که اگر که حمله‌ای در لبنان انجام بشه به حزب الله، یک جنگ فراگیری بین اسرائیل و حزب الله باشه، احتمالاً از سمت عراق و از سمت دریای سرخ موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک بشه و تقاضا بکنه برای اینکه این موشک‌ها در خاک عربستان و اردن که هر دو در واقع در مسیر موشک‌های حوثی‌ها یا عراقی‌ها خواهند بود قرار دارن، برای اینکه این موشک‌ها رو نابود کنه. در هر حال روزهای آینده به نظرم روزهای پرماجرا و خطرناکی برای منطقه هست. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل.